سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما همراه هستند تا پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه نمایند. آقای جوادی، سلام و عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان عزیز در خدمت هستم. بزرگوارید، ممنونم. آقای جوادی، آیا این امید وجود داره که گشایشی برای مردم یمن و پایان مشکلات چندین ساله آنان ایجاد بشه؟ به نظرم اگر اجازه بفرمایید به یه مقدمه خیلی کوتاه جواب سوال رو من تقدیم میکنم. بفرمایید. ببینید، متعلق به آغاز جنگ داخلی یمن از سال 2009 و بعد از اون هم آغاز جنگ با عربستان و متحدینش که حالا به دلیل موقعیت استراتژیک یمن صورت گرفته بود، ما حاصل این جنگ از بین رفتن زیرساخت‌ها و کارخانجات و منازل، تعطیلی مشاغل مردم و به یه جمله خاص و خلاصه عرض کردن، تعطیلی جریان زندگی مردم رو باعث شده. در نتیجه فقر و فلاکت خب به صورت گسترده همه کشور رو فرا گرفته و یمنی که مشهور به بهشت عربی بود به دلیل کشاورزی گسترده و حالا رونق متوسط اقتصادی که داشتن، الان به یک کشور زیر خط فلاکت رسیده. با توجه به این خسارات زیاد جنگ و قحطی حاکم شده، ببینید، امدادهای بین‌المللی فقط میتونه وعده غذایی مردم رو که حالا توی گزارش هم اشاره کردن، حالا یه وعده رو فراهم کنه و واقعا تقسیم کمک های بین المللی، اونم بین حدود 19 میلیون نفر که حالا دارن رو به افزایشن، واقعا هم به مشکل و بعضی موقع ها به تبعیض و مشکلات زیادی همراهه. شاید عده‌ای نتونن بهره‌مند بشن، ناامنی شدید غذایی پیش بیاد و یقینا با این وضعیتی که داره پیش میره میتونه منجر به فاجعه و قحطی بشه. این کمک ها چاره اساسی نیست، نمیتونه جریان و امید به زندگی رو تو یمن هم باز داشته باشه و به نظرم اگر همین امروز الان جنگ متوقف بشه و بازسازی کشور یمن رو آغاز کنن، حداقل 2 سال برای برگردوندن وضعیت معمولی مردم و توسعه کسب و کار لازم که چنین چشم‌اندازی رو بنده با توجه به مطالبی که در قبل عرض کردم و با توجه به آسیب‌های شدید اجتماعی و روانی در اکثریت مردم و اینکه واقعا مشکل دیگه عدم تحصیل میلیونی کودکان، به نظرم دور از ذهنه و امید داریم که تلاش‌های بین‌المللی با جدیت و خارج از معادلات معمول و معاملات رایج برای جلوگیری از گسترش خسارت ها و فاجعه شدید انسانی صورت بگیره. اگر مطالب کافی هست بازم من عرض کنم خدمتتون. ممنونم، تشکر میکنم از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران همراه ما بودند.